نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. سکس در ارگ و معذرت خواهی احمدزی از رئیس جمهور غنی. حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور غنی که چند پیش دست به افشاگری زده بود از رئیس جمهور، بانوی اول و کارمندان زن در دولت معذرت خواست. با گزارش سپوتنیک، حمیدالله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور غنی روز گذشته 24 سرطان در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و متن کوتاهی را در مورد اظهارات جنجالیش قرائت کرد. احمدزی گفت: در مصاحبه من در تلویزیون خورشید به شخص جلالت ماو رئیس جمهور و خانم اول هیچ نوع بی‌حرمتی نشده است. بارها گفتم خواهران پاک و مستعد ما از این سخنان من بدور و مبرا می باشند. حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور کشور در مصاحبه با تلویزیون خورشید ادعا کرده است که در ارگ ریاست جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است. با گفته آقای احمدزی، شماری از نامزدان و زن در ولسی جرگه که کمتر از 6% رای به دست آورده بودند نیز بر اساس روابط نامشروع و مجلس رای یافتند. آقای احمدزی همچنین کارمندان کلیدی ارگ ریاست جمهوری را به ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نمایندگان متهم کرد و با نام گرفتن از فضل محمود فضلی مشاور ارشد رئیس جمهوری تصریح کرد فضلی در این حلقه فعالتر از دیگران عمل می کند. این گفته ها با واکنش های گسترده داخلی و بیرونی روبرو شد و برخی از کارمندان سابق ارگ به شمول مریم وردک نیز آن را تایید کردند. ارگ ریاست جمهوری اما این ادعاها را به اساس خواند و تاکید بر رسیدگی بر آن کرد. پس از آن دادستانی کل افغانستان گفت که بررسی ها را در این مورد آغاز کرده و از آقای احمدزی خواست که شواهد و مدارک خود را به این نهادها بسپارد. اما جنرال احمدزی میگوید که دادستانی کل نهاد بی‌طرف نیست و مدارکش را در حضور رسانه ها، علما، جامعه مدنی و ناظران به این نهاد خواهد سپرد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.